با درود به هموطنانم در سراسر این سرای سپنج، به ویژه در وطن اشغالی ما ایران، و با درود بیکران به روان پاک همه جانباختگان راه آزادگی و ایستادگی در برابر جمهوری اجامر اشغالگر ایران. بسیار خوشبختم که در این هفتمین برنامه از تلویزیون الوند در خدمت شما هموطنان همدرد و همرز هستم. میدونید دوستان، من یک اشاره کوتاهی اول برنامه داشته باشم که تفاوت یک رسانه مستقل با یک رسانه محافظه‌کار که این درجات مختلفی داره، از وابستگی، از مزدوری، از به اصطلاح هم ارز بودن و هم خط بودن و خط نگهدار بودن، اینا مراتب مختلف محافظه‌کاری است دیگه، که در دو به اصطلاح انتهای یک محوری به نام محافظه‌کاری قرار می‌گیره. تفاوت در این هست که مصلحت هرم قدرت به هیچ عنوان در یک رسانه مستقل رعایت نمیشه، بلکه به مصالح هرم قدرت ظالم و اشغالگر حمله میشه. یعنی در درجه اول بی تفاوتی وجود نداره، در درجه دوم هیچ نوع هماهنگی نداره، هیچ نوع لحاظ کردن نقاط مورد علاقه اون هرم قدرت در یک رسانه مستقل جایی نداره، و در درجه سوم تازه به این مواضع حمله هم میشه، به نقاط مورد علاقه هرم قدرت حمله هم میشه. و من خوشبختم که تلویزیون الوند تا اینجا و اکنون یک همچین در واقع موضعی رو به صراحه نشون داده، عملا نشون داده، و من هم به عنوان یک برنامه ساز ساده و علاقمند در خدمت این رسانه هستم و از این دریچه با شما در ارتباط. خب امروز هموطنان یک مهمان عزیزی داریم که در واقع نماینده نسل غالب ملت ایران است، چه به لحاظ به اصطلاح موقعیت سنی که در ابتدای دهه چهارم زندگیش هست، یعنی 31-32 ساله، و چه به لحاظ طبقه اجتماعی که از بدنه جامعه ایرانه، از طبقه متوسط شهری ایران، از طبقه به اصطلاح اکثریت جامعه شهری ایران، به لحاظ تحصیلی، به لحاظ موقعیت اقتصادی، به لحاظ بینشی، کسانی که در واقع جمعیت واقعی، بدنه واقعی و مردمی یک ملت رو تشکیل میدن. در خدمت آقای مهدی میرقادری، معروف به مبارز نستو، هستیم از ترکیه. درود بر شما مبارز نستو گرامی. درود بر شما بانو حسین‌پور، درود بر همه بینندگان گرامی تلویزیون الوند و همه یاران که بعدها برنامه رو تماشا میکنن. سپاسگزار از حضورتون در این برنامه. خب پریروز 17 دی ماه بود، سال 83 سالگرد آزادی زنان به دست رضا شاه بزرگ. اونجا که این مهمترین مناسبت تقویمی و واقعی ملی میهنی است در این چند روز اخیر، و اینکه شما به عنوان یک جوان، به عنوان یک مرد جوان در این بزرگداشت این مناسبت واقعا خیلی همت و تلاش جانانه‌ای کردین با یارانتون که همه هم در همین حدود سن و سالی و طبقاتی شما هستن و اکثرا هم داخل ایرانن، میخوام خواهش کنم که یک گزارشی در این مورد از فعالیتاتون، از نتیجهش و از در واقع واکنش هایی که نسبت به تلاش های شما داده شد برای هم بینندگان ما بفرمایید. بله، ما به مناسبت روز 17 دی ماه، روز نجات زنان از این حجاب اجباری توسط رضا شاه بزرگ، یک طوفان توییتری
برگزار کردیم که تا همکنون بیش از 60,000 توییت در این رابطه نوشته شده. در روزی که این طوفان توییت بود یک رکورد شکسته شد و نام رضا شاه بزرگ روی ترند جهانی رفت، روی نقشه جهانی رفت، در ایران روی ترند شماره 1 رفت. یک موفقیت بی سابقه بود و تا کنون در این مقطعی که ما در اونش قرار داریم 4-5 ساله و توییتر فعال هست، هیچ موقع همچین موفقیتی حاصل نشده بود و جریان کار هم خیلی ساده بود. من دیدم که این باندهای استمرار طلب که بهشون اصلاح طلب هم میگن و باندهای چپی، باندهایی که متعدد هستن، دشمنان خاندان پهلوی، همه در این فضای مجازی شروع میکنن لجن پراکنی، در این فضای مجازی شروع میکنن به دروغ گفتن. از یک سو جمهوری اسلامی هم از سوی دیگر با روش‌ها و رسانه‌های خودش رضا شاه بزرگ، اعلیحضرت محمد رضا شاه بزرگ رو مورد حمله و هجمه واقع می‌کنه. ما گفتیم که یک کاری رو برای اولین بار باید انجام بدیم، یه درس عبرتی به اینها بدیم، چون اینها گویا آدم به شو نبودن. و من رفتم یک تعداد از دوستان، یک لشکر 1,000 نفره رو جمع کردم برای حرکت اولیه و با گروه های همسو هم صحبت کردم. گفتم ما امشب این حمله رو داریم، چون طوفان های توییتری حمله رأس ساعت هست. خود شما هم شرکت کردید، دقیقا رأس همون ساعت حمله کردید و توییتتون رو زدید. و اگر رأس ساعت حمله نشه اون تأثیر خودش رو نخواهد داشت. و با دوستان، با گروه های همسوی پادشاهی هم صحبت کردم، همه رأس ساعت 9 شب تهران روز 17 دی این حمله رو انجام دادیم. اولین گروه خودمون وارد شدیم، دوستان دیگر از طرف‌های دیگر وارد شدن و یک حرکت بی سابقه. اگه شما برید به گراف این حرکت نگاه کنید، حتی جمهوری اسلامی، حتی سایبری‌ها، همه اینها انگوش به دهان موندن که چجوری این حرکت انجام شده. در آن لحظه، یعنی در ساعت 9 شب، گراف حرکتی، نمودار حرکتی از 0 رسیده به 5200 توییت. یعنی انقدر آمادگی داشتن و تا کنون 60,000 توییت اومده و رسانه‌های متعددی به خصوص خارجی ها حتی من دیدم پوشش دادن، من و تو پوشش داد، ولی هنوز صدای آمریکا و بی بی سی و رادیو فردا من چیزی ازشون ندیدم که پوشش بدن. احتمالاً دوست ندارن نام رضا شاه بزرگون بالا باشه. به هر روی این حرکت یک حرکت بی سابقه بود و ما با این حرکت خودمون اعلام کردیم که رضا شاه بزرگ، خاندان پهلوی، اینها تنها نیستن که شما هر کاری دلتون خواست بکنید، هر فحشی خواست بدید، هر حرکاتی مثل جمهوری اسلامی هم همون روز دقیقاً یک طوفان توییتری گذاشته بود، تمام سایبری هاشون رو بسیج کردن، تمام نیروها. حتی روی آمار و نمودار که نگاه میکردیم نزدیک 20-30% از افغانستان برای این موضوع توییت زده بودن. یعنی از افغانستان هم به یاری اینها شتافته بودن که حجاب رو ببرن بالا، بگن بله زن ایرانی خودش حجاب میخواد و زن ایرانی خودش. میخوام بابا جان، عذر میخوام، این هشتگ این نیروهای ارزشی که من میگم ارزشی با این به صورت ار نوشته میشه، این نیروهای ارزشی هشتگ حجاب کهن زده بودن، درسته؟ بله، اینها هشتگ حجاب کهن است. حالا دیگه دست به دامان هخامنشیان و اینها شدن برای این کار که بله از اون زمان. اینقدر خوش، اینقدر ما خوشبختانه دشمنانمون کودن هستن، به همون نسبت که خطرناکن و جنایتکارن، اما کودن هم هستن، جاهل هم هستن. جالبه که این کهن یک به اصطلاح اسم پاپولار معروف در فرهنگ یهودیان ایرانیه، میدونید دیگه، و تمام اینا فامیلاشون با نام فامیلشون کهن، کهنین، کهن نژاد و بسیارن در همین آمریکا. و این جالبه که چون یهودیان ارتودکس در همین جا، در همین آمریکا، من خودم دختران جوانشون رو که هنوز تحت تکفل خانواده هاشونن، یعنی زیر سیطره و کنترل خانواده ها هستن، میبینم که دقیقاً با حجابی به مراتب
سفت و سخت‌تر از حزب‌الله‌ها توی همین آمریکا تردد میکنن، دامنهای بلند مشکی، کلاهایی که اصلا موهاشون پیدا نیست، بعضا حتی موهاشون رو میتراشن و یک حالت کلاگیس یا یه روسری مثل مینار جنوبیا خودمون میندازن. و این حجاب کهن دقیقا فرهنگ یهودیت و فرهنگ و آداب و فرهنگ به اصطلاح که در مورد زنان یهودی مجری هست رو این آقایون ارزشی اجرا کردن، یعنی با همین کارشون هم اینا نشون دادن که اون درایت و ابتکار لازم رو ندارن. و من از این بابت هم خیلی خوشحالم و به شما و به یارانتون تبریک میگم. حالا ببینید مباز جان، یک عناصر شناخته شده ای مثل سازگار از پارسال که طی این واقعا حرکت، یعنی باید گفت خیزش ملی و خودجوش در مورد رضا شاه بزرگ مردم شروع کردن و در واقع به این شکل یک پیام سلبی ایجابی دادن که یک، ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم، دو، خواهان بازگشت سامانه پادشاهی و پهلویسم هستیم به ایران، وقتی با رضا شاه بزرگ شروع کرد. این عناصری مثل سازگارا و بسیاری دیگر میگفتن که، حتی مثلا میدونید مجاهدین هم همینو میگن، یعنی اول از همه این حرف رو من تو جایی که من میدونم سازگارا مد کرد، بعدن بقیه جناحایی که در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی قراره باشن اما بیشتر اپوزیسیون شاهزاده رضا پهلوی هستن، اینا هم تبعیت کردن و این گفته سازگارا رو تسری دادن که مردم که گفتن رضا شاه روحت شاد، این هیچ هدف خاصی نبوده، خواستن لج جمهوری اسلامی رو در بیارن و این فقط برای این بوده که با جمهوری اسلامی مخالفت کنن، هیچ منظور دیگری نیست. اینو شما چطوری تفسیر میکنی؟ خب افرادی مثل سازگارا که ما فراموش نکردیم لاف دوشک انداخته بودن تو صدای آمریکا، این استراتژی چی بود در جنبش سبز؟ میگفت که برید در خونتون بعد نگاه کنید ببینید تظاهرات پراکنده، یه موقع منسجم نشید، تظاهرات پراکنده برگزار کنید، بعد اگه یه مأمور دیدید بلند شید در خونه رو ببندید فرار کنید، برید تو برید رو پشت اون یه الله اکبر بگید، بعدم برید تو توالت خونتون قایم بشید. این استراتژی آقای سازگارا بوده. پوزش دوستان. و ایشون حالا اومده برای مردم ایران، همین الان ما تصاویر رو رسید به دستمون از تهران منطقه ده، چندین شعار نویسی با شعار جاوید شاه، پارسال بیش از 60 شهر ایران شعارهاشون یکسان بود، روحت شاد رضا شاه. خب حالا روحت شاد رضا شاه برای لج در آوردن جمهوری اسلامیه، بگو برگرد شاه اینم برای لج در آوردن بود، یا روحت شاد شاهنشاه اینم برای لج در آوردن. چرا برای لج در آوردن جمهوری اسلامی نمیگن روحت شاد سازگارا؟ یا ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم که اولین شعار بود که از اصفهان آغاز شد؟ اینها خب باید یه چیز ناراحتن دیگه. الان این جمهوری اسلامی، بذارید من یه چیز به صراحت بگم، دکون هست، دکون برای خیلی ها، از محسن سازگارا گرفته بره اونجا بشینه توی نمیدونم کتابخانه جورج بوش، خب یه حقوقی دیگه دکون هست، اگه این جمهوری اسلام بره این دکون قطع میشه. برای معصومه قومی که هر روز بیاره بگه که بفرمایید زنان ما تحت فشار و ستم هستن، دکون به چرخ. این میان یه عده هستن که از این به قولی میخوان ایران واقعا آزاد بشه، مثل خود ما برگردیم بریم سر کار، خونه زندگیمون، سر ساختن کشورمون، به چیزی هم چشداش نداشتیم. این برای ما دکون نیست ولی برای خیلی ها دکون هست، و این دکون وقتی که تخته بشه اینها ناراحت میشن دیگه، چه کسی بیاد مثلا به حرف سازگارا و اون یکی و این یکی و اون تلویزیون لس آنجلسی اینها گوش کنه و هی پول بهشون بده که مثلا روندشون بچرخه و دکونشون بچرخه. اینها قیدی در آزادی ایران ندارن، اصلا براشون مهم نیست. بعضی هاشون هم خیلی خوشنود هستن که وضعیت همینطور بمونه، نه بهتر بشه نه بدتر. یعنی بدتر که چه ارز کنم، بدتر بشه ولی بهتر نشه.
بله حفظ وظیفه موجود، چون عملا هر نوع تغییری که منجر به تضعیف جمهوری اسلامی بشه خب نقش اینا رو کمرنگ میکنه دیگه. ببینید دوست دارم که این چنین بمونه، چون دکون میچرخه، اگر وضعیت بهتر بشه دکون اینا تخته است، جریان همه جریان ها جریان پول هست. مبارز جان یک چیزی رو که ما عربستان کمک میگیرن، تمام تلویزیون هایی که از جاهای دیگه میگن خب این دکون تخته میشه، فردا شاهزاده رضا پهلوی شاه مملکت شد، دیگه عربستان برای چی به تلویزیون ها پول بده؟ دیگه برای چی اون کشور نمیدونم کشورهای دیگه پول بدن که مثلا اینها لابی حقوق و حقوق بشر هم دکان هست، همش دکون هست به نظر من. خیلی از اگر که یه دردشلی جان حسینپور تحریک میکنن که پناهنده بلند شه بیاد این دکون بچرخه براشون، در قاچاق انسان دست داره، ما خودمون اینجا هستیم از نزدیک میبینیم، برای همین میگم همه اینا دکون هست و باید به این دکون ها ما خاتمه بدیم. افرادی که واقعا دلشون میخواد ایران رو آزاد کنن، دلشون میخواد این انتقامی که آخوند از این عمر ما گرفت، بابا 40 سال از عمر همه رو سوزوند، افرادی که میتونستن مفید باشن، باید این افراد دست به دست هم بدن ایران رو آزاد کنن، راه دیگه هم نداره. اگر در تایید این قسمت از حرف شما که سازمان حقوق بشری هم معمولا برای خودشون یک دکه و دکانی به راه انداختن، اگر در جمهوری اسلامی مردم تحت شکنجه و نمیدونم داغ و درفش و زندان و بازداشت و اینا نباشن، خب اینا دیگه خارج از کشور که نمیتونن بیان بودجه بگیرن و برای خودشون یک به هر حال سر و صدایی بپا کنن و جلب نظر کنن و گزارش بنویسن، طبیعتاً نه همه ولی اکثر اینها تمایل دارن که وضعیت به همین شکل باقی بماند، چون اگر بره اینا عملا کارهای خودشون از دست میدن. اما ببینید بابا جان مرتب ما میشنویم، من تونتور عنوان میکنم چون دو سه تا مطلب مهم دیگه رو باید توی 20 دقیقه باقی مانده بهش بپردازیم، مرتب عنوان میکنن اپوزیسیون جمهوری اسلامی. اپوزیسیون قاعدتاً باید تمام موازش، سخنانش، تحلیلهاش، تفسیرهاش، موضع‌گیری‌هاش بر علیه جمهوری اسلامی باشه، نه اینکه در جایی با اون توی یک جبهه بایسته و در واقع مؤید اون باشه. این واقعا یه طرف معجونیه که ما از این بعضی از این اپوزیسیونیا می‌بینیم. مرتب میگن که شاهزاده رضا پهلوی که تشکیلات سیاسی نداره، تشکیلات نداره، اگر بخواد تشکیلات بزنه که میگن نه اون نماد وحدت ملی، اصلا نباید کاری بکنه. و وقتی که شاهزاده بر مبنای تحلیل سیاسی خودش، بر مبنای منش دموکرات خودش گذاشته تا مردم داخل کشور به اون بلوغ و شرایط لازم فکری و اجتماعی و همه اسبابی که لازمه برای یک خیزش ملی سراسری برسن، میگن که تشکیلاتی که نداره. به نظر شما همین بچه هایی که داخل ایران بودن، این آدم هایی که اومدن هشتگ زدن، توییتر توییت کردن، این بچه هایی که شعار نویسی میکنن با ریسک روی جانشون، روی زندگی خودشون و خانواده هاشون، کسی که جاوید شارو در و دیوار مینویسه یا شاهزاده برگرد مینویسه، این حکم تیر داره. بچه هایی که با این از خود گذشتگی دارن کار میکنن، آیا همین بدنه جامعه ایران اینا تشکیلات شاهزاده محسوب نمیشن به نظر شما؟ ببینید این دوستان و عزیزان دارن یک چیز اشتباه رو تلقین، خیلیش هم دوست نیستن ها، فقط یه چیزی رو میخوان بگن. شاهزاده اگر از نظر ما پادشاهی خواهان باشه، که ایشون یک فردیست فرای سیاست، فرای امورات این چنینی که بیاد حالا تشکیلات بزنه خودش بیفته مثلا جلو ما، نه، ایشون یک فردیست فرای سیاست، رهنمون باید بده، یک رهبر سیاسی باید رهنمون بده، نه اینکه رهبر سیاسی بیاد بشه مدیر و خودش همه امورات رو بخواد به دست بگیره. اینکه فرق لیدر یعنی رهبریت معنوی با یک مدیر یا یک فردی که داره مبارزه میکنه این هست. شاهزاده میگه آقا فراخوان آبکی برای 17 ندید چهار تا آدم بدبخت بیچاره رو که دل در گرو ایران دارن بگیرید، این یعنی رهنمون، یعنی تموم شد، یعنی حضور خیابون 17 ممنوع.
میگه که از کارگران کشاورزان پشتیبانی کنید. اینها رهنمون هست و دقیقاً وظیفه رهبریت خودش رو ایشون داره انجام. این افراد اینها مغرضن، این حرفا رو میزنن. شاهزاده هر کاری بکنه اینها ایراد میگیرن. فعالیت بکنه میگه بفرما اومد برای تاج و تخت. فعالیت نکنه میگه بفرما داره خوشگذرونی میکنه برای خودش حال میکنه. بیاد پشتیبانی کنه از یه سال میگن بیا اینهایی که رفته پشتیبانی کرده اینن اونن فلانن. پشتیبانی نکنه میگن آقا چرا از هیچ کس پشتیبانی. هر چی بگید اینا یک وجه مغرضانه دارن. ولی من یه سوال از همشون دارم، از همین مغرضها. آقا شما اگه بیل زنی خوب یه بیل بردار بزن، یه حرکتی انجام بده. چرا وایسادی به شاهزاده ایراد میگیریم؟ اگه شاهزاده جلوی تو رو گرفته اومده بگیره تو رو، شاهزاده این برای روز 17 دی گفت، حالا اشاره نکرد ولی گفت این فراخوان‌های آبکی کشککی رو شرکت نکنید، برای این هست که 3-4 تا از همین کسانی که فراخوان رو صادر کردن یه عکس با شاهزاده گرفتن، میگن ما نماینده شاهزاده هستی. مجبور شاهزاده بیاد همچین چیزی رو بگه. و اگر اینها خودشون رو نمایندگان شاهزاده جا نمی‌زدن، مسلم این صحبت رو هم حتی شاهزاده نمی‌کرد. من اجازه بدین مشخص‌تر این قسمت رو بپردازم. لطفا توی 2 دقیقه این قسمت رو جواب بدین تا بعد برسیم به اون نامه 400 امضا. این منظور من اینه که یعنی ضمن این توضیحات که شما دادی برای روشن شدن مطلب که ارتباط شاهزاده با ملت ایران و با مدیریت سیاسی چه هست، آیا شاهزاده به هیچ نوع سازمان سیاسی خاصی در حال حاضر نیاز داره، یا اینکه ملت ایران و این حرکات و این در واقع پیام ها و سیگنال هایی که میفرستن از داخل ایران، این خودش در واقع تشکیلات شاهزاده محسوب میشه؟ شاهزاده به سازمان سیاسی احتیاج نداره. این کسانی که قور میزنن دو حالت داره، یا میخوان شاهزاده بیاد بغلشون کریدیت بگیرن یا دکون به چرخه یا هر چیز دیگه، یا اینکه دشمن شاهزادن. شاهزاده که یک فرد رهبریت معنوی هست، رهبریت فرای سیاسی از رهبر تمام از شاهزاده، حتی مثلا وای میسه با معصوم قمی هم عکس میگیره. خب ایشون پادشاه کشور هست، باید همه رو میتونه زیر پوشش خودش بگیره. ممکنه من ناراحت بشم بگم آقا این که خودش یک عامل مثلا شاید تداوم رژیم باشه، یا شاید این تا پریروز از اصلاحات دفاع میکنه، ولی ایشون وظیفه‌اش رو داره انجام میده به عنوان پادشاه معنوی کشور، چیزی که ما میخواییم مثل سوئد، نروژ، دانمارک برای کشورمون داشته باشیم. این مشکل در بقیه وجود داره که نمیتونن کاری کنن، یا پتانسیل ندارن، یا بلد نیستن، یا امکانه هیچ کاری، هیچ پوشش ندارن، فقط به شاهزاده حمله میکنن. از مبارزه اینو یاد گرفتن. مبارزه این نیست، مبارزه این هست که بری با جمهوری اسلامی بجنگی به هر طریق، سایبری، مجازی، حقیقی، شعار نویسی، دیوار نویسی، به شاهزاده حمله کردن. چیزی که دل جمهوری و مبارزه یک قرارداد بدیهی نانوشتش هم اینه که چیزی نگی که به نفع جمهوری اسلامی تمام بشه و دل جمهوری اسلامی خوش بشه و جمهوری اسلامی ازش بهره برداری کنه. خب مبارز جان، 2 تا موضوع. یکی این که 4 سازمان به عنوان سازمان 4 سازمان جمهوری خواه، که حالا تعداد اینها، پایگاه اجتماعی اینها واقعا چی هست، اینا چند نفر کدومشون 3-4 نفر، یکیشون که شنیدم فقط 2 تا برادرن. 4 سازمان جمهوری خواه فوری خیلی ماشاءالله خلق و سائه و دست پاچه‌وار پری روز همزمان با این 17 دی و این طوفان توییتری و این حمایتی که از فرمان رضا شاه بزرگ و در واقع از پهلویسم انجام شد، اینا فوری اومدن یک اعلامیه دادن که خواهان تغییر حکومت به شکل غیر خشونت آمیز هستیم. خب این یکی از بهترین راه های غیر خشونت آمیز همین کاری بود که شما کردین، که بچه های داخل ایران کردن، که در واقع به جمهوری اسلامی گفتن خفه شو و ما آزادی زنان ایران و در واقع آزادی ایران نوین رو مدیون رضا شاه هستیم. خب دیگه پیام از این صلح‌آمیزتر و در این حال از این کوبنده‌تر ما داریم؟ ما
حالا من نمیدونم مثلا این غیر خشونت آمیز که اینا همش تکرار میکنن یعنی چه، حرفای خشونت آمیز که از طرف خود شما صادر میشه. یک، اینا اومدن اینو گفت. از اون طرف ما دو هفته پیش تقریبا یک نامه‌ای با امضای 400 شخصیت حقیقی و بعضی هم شخصیت در سایه چون داخل ایران بودن امضا شد که خود شما یکی از امضا کنندگانش بودید، مدیریت همین تلویزیون الوند هم یکی از امضا کنندگان و به هر حال 400 شخصیت وطن پرست و اپوزیسیون جمهوری اسلامی که همگان به رهبری شاهزاده رضا پهلوی حداقل در برهه گذار اعتراف و اعتقاد دارن. یعنی برخی از این 400 نفر که به نظر من اکثریت هم بودن کلن معتقد به این هستن که شاهزاده رضا پهلوی میراثدار سامانه پادشاهی است و در پس از جمهوری اسلامی قطعا با رأی مردم به پادشاهی میرسه. اما همه در این حال اتفاق نظر دارن که شاهزاده رضا پهلوی رهبر سیاسی و معنوی دوران گذار تا زمانی است که مردم برسن به اینکه برن پای صندوق رأی و برای تعیین شکل حکومت تصمیم گیری کنن. بنابراین همه در این مورد اتفاق نظر دارن. هر شخصیت سیاسی سالمی و بی نظری که به آینده ایران و به دموکراسی و به صلح و به تعالی ایران فکر میکنه همچین نظری داره، چون کسی دیگری رو نمیتونن جایگزین شاهزاده بکنن برای رهبری یا مدیریت شورای گذار تا زمان انتخابات آزاد برای تعیین نوع حکومت بعدی. خب 400 نفر اومدن و یک نامه رو امضا کردن خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از سیاست‌هایی که تا الان علیه جمهوری اسلامی به کار برده حمایت کردن و شاهزاده رو به عنوان رهبر سیاسی و معنوی خودشون رو اذعان کردن بهش و در این حال از این ایده و ابتکار شاهزاده که آقا پول ملت ایران نبایستی به دست فرقه تبهکار و به دست اشغالگران ایران برسه و این پول باید در اختیار ملت ایران قرار بگیره. حالا ببینید موذیانه این رو به نوع دیگری دشمنان تفسیر کردن. خب من حالا این دوتا مسئله رو یکی واکنش این 4 سازمان به اصطلاح جمهوری خواه که پریروز گفتن که هر نوع بازگشت سامانه پادشاهی سرابه، من نمیدونم چرا چیزی که سرابه اصلا باید در موردش گفته حرف زده بشه، مثلا مثل که من بیام اینجا بگم که اصلا امکان نداره که در کالیفرنیا در این فصل سال دمای هوا برسه به 50 درجه بالای صفر. خب این که اگر برای من این مسئله بدیهیه، این چه لزومی داره تا من اینو مثلا عنوان کنم بخوام سر شرط بندی کنم، مگر اینکه خودم احتمال بدم که این اتفاق میفته دیگه که بخوام بعد بیان بگن که اساسا سراب دستپاچه پریروز اینو بازگشت پادشاهی سرابه. از این طرف هم به این نامه‌ای که 400 نفر ایرانی امضا کردن و این محورهایی رو که عرض کردم درش لحاظ کردن حمله کردن و این انواع و اقسام افترا و تهمت رو زدن که این ننگین نامه هست، این گدایی کردن از دولت آمریکاست، اصلا چرا بایستی شاهزاده رو تو این موضوع مطرح کنن؟ نظر شما راجع به این واکنش ها نسبت به هر حرکتی که از سوی هواداران سامان پادشاهی صورت میگیره چی؟ من خودم فکر نکنم در مورد خود این نامه هم اگر صحبتی دارید و پیشینه این نامه اینا بفهم. من نامه رو امضا نکردم چون به دستم نرسید، ولی که 100% حامی این نامه هستم، 100% حرکت درستی بوده. اینهایی که میبینید الان به جلز و بل 4 سازمان که میرید بررسی میکنید، مثلا یکیش سازمان مثلا جبهه ملی فلان، خودش و پسراموش و زن پسراموش شدن یه سازمان گذاشتن که آخه اینا سازمان نیستن، اینا مسخره بازی هن، ولی اینا رو پرموت میکنه. اولین نفر رادیو فردا خبرشون رو 4 سازمان سیاسی اومدن گفتن پادشاهی سراب. خب پادشاهی سرابه، شما دیوارهای جامعه رو نگاه کنید، طوفانهای توییتری رو نگاه کنید، مجازی رو نگاه کنید، حقیقی رو نگاه کنید. امروز من یه آخون دیدم داشت می نوشت جاوید شاه رو دیوار حوزه علمیه.
خب حتی آخوندها هم به این باور رسیدن که باید شاه برگرد، خیلی از آخوندها، یعنی داستان به اینجا رسیده. آخوندم دیگه در مینویسه جاوید شاه سرابه. نه اینها میگم که ناراحت هستن. قضیه تمام اینها همون مسئله این هست که اگر جمهوری اسلامی بره، طرفی که خودشو نمیدونم برادرش و زن برادرش شدن یه سازمان، این رو دیگه کسی نگاه اصلا آدم حساب نمیکنه. باید یا بره دنبال یه کار شرافتمندانه یا این که اصلا جز بازی نیست. اینا تموم میشه وقتی که این قضیه تموم شدن هست. این سفره انقلاب بالاخره خیلی گسترده است. این سفره انقلاب وقتی ورچیده شد، که در واقع همون سفره ملت ایران و پول ملت ایران هست که داره خرج میشه، خیلی ها بیکار میشن، خیلی ها بیابرو میشن، خیلی ها اصلا جز آدم حساب نمیشن، ناراحت هستن. از شاهزاده هم ناراحت هستن. اون اسماعیل نوری الان میاد میشینه تو تلویزیون آقای همایون و به شاهزاده حمله میکنه. آقای همایون هم سرتکون میده. اسنایاریم بهتره. چرا اسنایاریم؟ فایل و ویدیویش هست دیگه. مگه مثلا از خودمون داریم در میاریم؟ من متوجه هم. بله همه میدونن، همه دیدن. ایشون نشسته داره همین نامه رو نقد میکرد دیگه. اگه نامه هست باید بیاد. این مثلا شده رئیس جمهوری خواه. فقط هر حرکتی که درست تهمت. میشه تهمت مبارز جان، تهمت و تحریف، تحریف متن و تهمت. این خب این مثلا برجسته جمهوری خواهان هست این آقا. میاد توی تلویزیون به اصطلاح هوادار پادشاهی میشینه و حالا شروع میکنن نقد کردن و فلان کردن و شاهزاده جلوی ما رو گرفته. بابا تو مگه جمهوری خواهی؟ تو برو جمهوری خواه رو بسیج کن، برید یه حرکتی بزنید، یه کاری بکنید. بالاخره جمهوری خواهی به نظر من دو گروه جمهوری خواه داریم. یه عده افراد ملی و وطن پرست هستن. اینها تا روز رسیدن رأی هم نظر هستن با هواداران پادشاهی. چیزی که ما میگیم آقا ایران رو آزاد کنیم، یه صندوق بذاریم وسط، هر کسی رأیش رو بندازه تو صندوق، هر چی هم در اومد مورد اقبال هر دو هست، یعنی قبول میکنیم، تموم شده. یه عده از جمهوری خواهی فقط اینو یاد گرفتن که دشمنی با شاهزاده، دشمنی با خاندان پهلوی، دشمنی با هواداران پادشاهی، و اینها دلشون نمیخواد اصلا جمهوری اسلامی بره. میگن ما ترجیح میدیم جمهوری اسلامی بمونه تو سر مردم بزنه، کشور ما رو در رتبه 137 دنیا از 140 تا کشور قرار بده، وضعیت زنان ما، کودکان ما همه بدبخت باشن، فقط جمهوری اسلامی بمونه، اسمش هم جمهوری هست دیگه. این دو گروه هستن. ما با گروهی که وطن پرست هستن، حامی انتخابات آزاد هستن، تا روز رسیدن به اون انتخابات آزاد با ما مشارکت میکنن. حتی تو همین طوفان توییتری باور کنید خیلی از دوستان جمهوری خواه هم مشارکت کردن، گفتن بابا مسئله حجاب که رضا شاه برداشت یه حرکت ملی بوده، یعنی حرکتی هم حتی نبوده که ربطی به پادشاهی یا جمهوری خواهی داشته باشه، شرکت کردن. این دوستان جمهوری خواه اینها افراد وطن پرستی هستن. دسته دوم نه، دسته دوم باری به هر جهتن، خودشون هم نمیدونن دارن چه کار میکنن. 40 سالای کنفرانس بذار، چیز بذار، هیچ چیزی از توش پدید نمیاد اینها، چون که هیچ نیرو و پتانسیلی هم عملا در داخل کشور نداره. در داخل کشور برید اسم تک تک این بزرگان دونه درشتان جمهوری خواه رو، جبهه جمهوری خواهی که الان به دروغ هستن رو بپرسید. ملت یا فحششون میدن یا اصلا نمیشناسن، میگن کیه طرف رو بگید، میگه مثلا این مدیر روزنامه کیهان، اون یکی رو که بگید اسمشو مسخره میکنن. من پرسیدم دیگه از بچه‌ها. بدین جهت اینها یا روی حسادت یا روی این که دوست ندارن جمهوری اسلامی بره از این حمله میکنن به این نامه. اشکالی داره مثلا حقوق این آقازاده ها که در خارج کشور هستن و این پول های ملت رو دزدیدن مصادره بشه که فردا استفاده بشه در راه ساخت و ساز ایران، این چه اشکالی داره؟ هیچ کس از این موضوع ناراحت نیست به جز اون کسی که ناراحت باشه از رفتن جمهوری اسلامی. دقیقا، کسی که خودش متضرر میشه در مقابل این مسئله جبهه میگیره متاسفانه. یعنی چیزی که خودشون بروز میدن، حتی اگر اینجوری نباشن در پس پرده، حتی اگر مزدور نباشن و وابسته نباشن، متاسفانه واکنشی که نشون میدن
تفسیر و تحویلی که تأویلی که بروز میدن در صفحه همونها قرارشون میده. این متاسفم ولی تفسیر ما نیست، چیزیست که خودشون به ما القا میکنن. خب مبارک جان 5 دقیقه وقت داریم، بپردازیم به چیزی که من احساس کردم و مطمئنم که همه کسانی که جریانات سیاسی و حضور شخصیت های به اصطلاح سیاسی رو در 2-3 هفته اخیر دنبال میکنن اونا هم متوجه مسئله شدن. من احساس میکنم که یک دورخیزی کردن عوامل جمهوری اسلامی در لباسهای مختلف، از روشنفکر، از تحلیلگر، از استاد دانشگاه که همه هم مخالف جمهوری اسلامی هستن، همه مخالف جمهوری اسلامی هستن اما در این حال حامی هم هستن. اینها اومدن دورخیز میکنن برای اینکه اعلام آمادگی کنن و اعلام حضور کنن در معرکه انتخابات اسفند ماه آینده مجلس. اولین کسی هم که تو این زمینه کار کرد آقای خزعلی بود. من یه پیام اینجا، نه خوشبختانه چیزی مهمی نیست، آقای خزعلی بود که از تابستان دقیقا اشاره کرد که بله جمهوری اسلامی خراب است، فاسد است، ظالم است، ما درستش میکنیم با 2 تا انتخابات پیش رو که یکیش مجلس در اسفند 98 باشه و دیگری ریاست جمهوریشون در 1400. خب شما چی فکر میکنید به عنوان یک جوان، به عنوان یک فردی از بدنه واقعی جامعه ایران، که آیا نافرمانی مدنی، گذر از جمهوری اسلامی با داستان بیایید رای بدیم تا از این طریق جمهوری اسلامی رو بندازیم اصلا جور نافرمانی مدنی با اینکه تمکین کنی به خواست حکومت و بری رای بدی، این اصلا قابل جمعه یا نه؟ بفهم. ببینید جریان انتخابات جمهوری اسلامی، اول من خودم به شخصه میگم کسی که خون ندا آقا سلطان و کف خیابون دید و دوباره رفت در این انتصابات ها شرکت کرد کم از قاتلان ندا نداره. خب حالا خیلی از دوستان خودمون هم میگن ما گول خوردیم، خب اوکی. جریان این انتخابات این هست، انتخابات در جمهوری اسلامی یعنی بیعت با سید علی خامنه ای. اینها بیعت میخوان، بیعت برای رهبری، یه سری افراد وایسن تو صف مهر بزنن، بیعت بکنن و بیان. و ولی اون جناح چجوری نشون میده؟ نه حالا اگر مثلا به روحانی رأی ندیم به کی بدیم؟ به رئیسی بدیم که فردا بیاد این بکنه. اصلا تو جمهوری اسلامی مهم نیست رئیسی رئیس جمهور باشه یا مثلا لاجوردی رئیس جمهور باشه یا لاریجانی رئیس جمهور باشه. اون لاجوردی منفور کشته شده رو میگم، یعنی هیچ فرقی نداره. اون بالا یه نفر نشسته به اسم سید علی خامنه ای، نظرات اون تحمیل میشه. اینها تمام تلاششون رو میکنن که بگن خب اگر به این فرد رأی ندیم، به این ندیم، خب بریم به کی بدیم؟ یعنی اصلا فلسفه اینها این هست. لشکرم بسیج میکنن، آماده دارن، ترانه علی دوستی و نمیدونم اینو اونو، سلبریتی اینو گفت، سلبریتی اونو گفت. خب اینها جریان اینها این هست که باز هم حکایت بیعت گرفتن برای سید علی خامنه‌ای هست. همه تلاششون رو میکنن. خزعلی میاد جمهوری اسلامی رو میکنه تو لجن و بیرون میاره، ولی سر انتخابات میگه نه خب رأی بدیم که بهتر بکنیم کشور. اون یکی به این ترتیب، اون یکی موشو انداخته بیرون. مردم هم متاسفانه خیلی هاشون چشمی و گوشی هستن، مردم ما بصری هم بیشتر، مردم یعنی مطالعات دقیق مثلا بصری هستن، احساسی. خب مثلا این سلبریتی، این فوتبالیست، حالا دنبال توپ دویدن هم شده مظهر تعیین استراتژی صلاحیت سیاسی. مثلا یکی دنبال توپ میدوه میگه که برید رأی بدید، لابد خیلی درست میگه. نه بابا جون، اینم دکونشه، اونم دکونشه، بالاخره پول تو. بابا تو انتخابات همین شهر ما اقلیب طرف کاندید بود میخواست بیاد یه دونه 10,000 تومانی میزای زیر دوشک بعضیا میمد تو خونه ها بازدید میکردن، یه سیم کارتی هم میدادن، یه 10 تومانی یه سیم کارت از طرف مثلا فلان آقا اومدن
هواتونه دارن. جریان جریان دزدی و دکون هست، همش از صدر تا ذیل. وقتی که 10 تومن میذارن زیر بالش مثلا خونه فلانی، خب معلومه که 10 میلیون هم میذارن تو جیب اون بزرگتره، 100 میلیون هم میذارن تو جیب سلبریتیه که بیاد تبلیغشون کنه. دکون هست. بابا جان اینجا دو تا موضوع رو اشاره کردی، 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یکی در مورد سلبریتی که میدونیم حجاریان، سعید حجاریان تئوریسین مخوف جمهوری اسلامی، جمله معروفشه که گفت حرفهای حکومت باید از زبان سلبریتی ها شنیده بشه. یک. و دوم که شما در مورد خانم، یعنی تصادفاً اسم خانم ترانه علی دوستی رو به عنوان کسی که قطعاً در بره مثل انتخابات قبلی دیگه، در بره انتخابات ایشون مثل این خانم، مثل باران کوثری، هیلا صدیقی، مهناز افشار و بسیاری دیگر، بهار راهنما، فلان فلان، اینها قدر مسلم به عنوان زنان لابد مدر، من نمیدونم لابد پیش، لابد فرهیخته، باز من نمیدونم به چه عنوان اینها، و مطرح یا تأثیرگذار، من هیچ کدوم از اینها رو واقعا متوجه نیستم که کدومی که از این صفات رو اینها میتونن دارا باشن و به چه دلیل بیان و حمایت کنن و منطق هم ارائه بدن که چرا باید در انتخابات شرکت کنن. حالا یادت هست که ما 3 سال قبل در سال 94 یک کمپینی به راه انداختیم که خود شما تو این فعال بودی، کمپین تحریم زنانه انتخابات، و منطق پشتش هم این بود که زن ایرانی که در هر متر و معیاری در جمهوری اسلامی نصف مرد حساب میشه، در ارزش شهادت و قضاوت و قدوه عاقله و مدی، همه چیزی نصف مرد حساب میشه و اساساً شهروند درجه 2 هست و بسیاری از مناصب رو نمیتونه داشته باشه، حتی به عنوان مدیر خانواده هم شناخته نمیشه، حتی مدیر مشارکتی خانواده هم به عنوان مادر خانواده نیست، مدیر خانواده مرد خانواده است، در صورتی که قاعدتاً باید خانواده مدیریتشون مشارکتی عنوان کنن در قانون. حالا منطق این بود که آخه زن ایرانی که همه جا نیم مرد محسوب میشه طبق قانون اساسی، چگونه است که در موقع انتخابات رأیش رو برابر با مردان شمارش میکنن و این فقط یک توهین مستقیمه که اینجا ما فقط به کمیت تو نیاز داریم به عنوان سیاهی لشکر، به محضی که رأی انداختی دوباره از حیز انتفاع ساقطی، دوباره مثل یک در واقع یه شیء مصرف شده میندازنت کنار و نصف مرد حساب میشید تا انتخابات بعدی. این منطق بسیار ساده و در واقع بدون خدشه رو هم ما برای این کمپین گذاشتیم، منتخب تریبونای لازم رو نداشتیم و طبیعی است که نتونستیم اون تأثیر رو که بایستی میگذاشتیم موفق نشدیم. حالا امیدواریم که برای اسفند آینده این منطق باشه. ضمن این که ما مردم رو داخل کشور دیدیم که میگن چی؟ میگن پشت به دشمن رو به میهن. صندوق انتخابات مال دشمنه، در ساید دشمن قرار داره و مردم میگن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، یعنی اینجا دیگه نماینده‌ای به اون کاندیدایی از جبهه اصولگرا، از جبهه اصلاح طلب بخواد بیاد دلبری کنه و بخواد بیاد بازارگرمی کنه دیگه معنی مفهوم نداره. خود این مردم با شعارهاشون این مسائل رو در واقع رد کردن. حالا به نظر شما لطفاً در 2 دقیقه بگین تکلیف کسی که یک میاد خودش رو کاندیدا میکنه به عنوان ناجی جامعه ایرانی برای انتخابات بعدی، این آدم چه جور آدمی است؟ ما چطور باید برخورد کنیم؟ کسی که میاد خودش رو کاندیدا میکنه با علم به همه این مسائلی که من الان عنوان کردم، و 2 کسی که میاد تبلیغ میکنه برای شرکت در انتخابات، یعنی مردم رو میکشونه به این عرصه، باز تکرار میکنم با استناد به آنچه که من الان خدمتون گفتم، تکلیف این 2 طیف آدم چیست؟ 1 کسی که خودش رو کاندیدا میکنه و 2 کسی که تبلیغ میکنه برای این معرکه. در 2 دقیقه لطفاً بفرمایید دوباره به این موضوع در برنامه بعدی میپردازیم. ببینید من میخوام از جنبه مبارزه عملی با این افراد صحبت کنم. در 2 دقیقه بگم یاران دوستان در شهرستان ها، شهرها و خود تهران، با
بلند شید همتون بیاید توییتر، توییتر بستر سیاسی ساز با اسامی مستعار، هر کس کاندید شد کارنامه خودش و خانوادهش رو بذارید روی توییتر، اسم شهرتون رو هشتگ کنید، مثلا از شهر ابرقو بلند شدید اومدید فلانک کاندید شده با فلانک و فلانک و فلانک، تمامشون رو براشون بسازید اسم شهر رو هشتگ کنید. این خودش باعث میشه که قشنگ مردم اون شهر با کلیک کردن روش ترغیب بشن که بیشتر بنویسن. این یکی از راه‌های مبارزه هست که اینها رو زمینگیر میکنه و اگر از این روش و متد استفاده کنن یاران داخل کشور، به نظر من میزان ریزش در این انتخابات بسیار چشمگیر خواهد بود. فقط اسم شخص هشتگ بشه، اسم شهر هشتگ بشه، خودتونم با اسامی مستعار و امنیت کامل بلند شید بیاد داخل توییتر، کمک کنید اسناد جمع کنیم علیه اینها. این کار یک کار عملی و مبارزاتی هست و باعث میشه که اینها دیگه جرئت نکنن برن کاندید بشن. من میام این رو هم عملا اعلام میکنم، هر کس کاندید شد ما این پروژه رو براش دادیم. خودش میدونه. کسانی که تبلیغ میکنن چی؟ این سلیبریتی هایی که به خط میشن و شروع میکنن، همشون برای همشون. یه فردا خانم ترانه علی دوستی اومد، ناراحت نشه اگر دید یه شب اسمش شده ترند اول ایران با یه اسم دیگه و اینها. فردا اون فوتبالیست اومد حمایت کرد، ناراحت از ما نشه. خلاص ما به همشون گفتیم وایستادن در انتخابات جمهوری اسلامی یعنی حمایت کردن از رهبری، بیعت گرفتن برای اون، هیچ معنی دیگه ای نداره. و مبارز جان ببین، کسی که اجازه نمیده مردم از طریق نافرمانی مدنی که اصلش پشت کردن به انتخابات این حکومت رو پایین بکشه، در واقع داره جامعه رو میبره به سمتی که مردم برای پایین کشیدن قدرت ناچار از خونریزی بشن، کشت و کشتار ایجاد بشه. یعنی اگر جمهوری اسلامی از طریق همین عدم اعتماد مردم تضعیف نشه و فروپاشی نشه و دوباره قدرت بگیره و 4 سال دیگه بر سر قدرت بمونه، اون موقع مردم برای پایین کشیدنش ناچار از کشت و کشتار میشن. یعنی این در واقع جامعه رو به اون سمت و سو میبره. پشت کردن به انتخابات کم هزینه ترین، فراگیر ترین و مؤثرترین مبارزه مدنی علیه جمهوری اسلامی است. این دیگه یه چیز روشن. با سپاس از حضور شما در این برنامه مبارزه گرامی، اگر که پیام خاصی دارید در 30 ثانیه بفرمایید تا بدرود کنید. سپاس از شما، امیدوارم که همگی به سمت مبارزات عملی و شلیک به سمت سیبل مشترک یعنی جمهوری اسلامی بشه تا. با سپاس بسیار. پاینده ایران، سرنگون باد جمهوری اجامر اشغالگر ایران.